بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به روی ماه همه شما خانم ها آقایان عزیزان دلم سروران ارجمند. خیلی خوش آمدیم به این پخش زنده. در پنجمین روز از شهریور ماه در خدمت شما هستیم و در این گاه شبانه قرار هست گفتگو بکنیم با عزیز دل هممون، مدیر عامل محترم آراد برندینگ جناب مهندس قربانی عزیز که تشریف آوردن و در خدمتشون هستیم. مهندس جان سلام. سلام. خیلی خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان دلمون، اونایی که اینجا حضور دارن و همه کسایی که دارن برنامه ما رو انشالله که امشب هم شب خوبی رو رقم بزنیم. زنده باشین. خیلی خوش تشریف آوردین. امشب در مورد چی صحبت میکنیم؟ واقعیتش امشب فاز صحبت رو دیگه میخوام عوض کنم. راجع به پیش‌فرض ذهنی خب خیلی موضوعات زیاد بود. بله. دیگه تو همایش هم یک موضوع رو گفتم و فعلا کفایته. درست. برمیگردیم و جزئیاتش رو میگیم. اما الان میخوام موضوع جدیدی رو از امشب شروع کنم. حالا نمیدونم چند جلسه طول میکشه ولی دیگه هر چی قطعاً جذاب خواهد بود. قطعاً. قبل از اینکه وارد بحث اصلی میشم میخوام ذهنیت ها رو باز کنم و موضوع های مختلف رو از سنت خدا بگم. بعدش موضوع اصلی و فاز صحبت هر روزم رو میگم. جلسات مختلفی نیاز داره تا ابعاد مختلف شکافته شه. خدا بهم کمک کن. از خدا خواستم که این جلسات جو جلساتیه که جنگ با خیلی از گروه هاست و تا حالا اینقدر مستقیم نمیزدم، یعنی الان میخوام مستقیم بزنم. و همینجا هم از خیلی از دوستان عزیز دلم بعضی از برنامه خب بعضی از صحبت ها میشه بعدش پیامکی میدن به ما آقا اینه اونه فلانه، ما حواسمون جمعه، شما نگران ما نباش. همین که شما موضوعات رو متوجه شین، چهار مدیر ارشد زحمت میکشن ابعاد مختلف رو باز میکنن، شما یه چیزی یاد بگیریم برای ما کفایته. نگران ما نباش، ما بلدیم، از پس خودمون برمیم انشاءالله. اما میخوام از عالم شروع کنم. خدا عالم رو با سنتش خلق کرده، یعنی چیدمان عالم با سنت خداست و قوانین ثابتی داره. چون دنیای به این بزرگی اگر قوانین ثابتی نداشته باشه همه چی به هم میریزه. مثالی بزنم از قوانین. شما یک تیم فوتبال رو در نظر بگیریم. قانون بازی تیم فوتبال 11 نفر. تو آمریکا هم 11 تا، تو اسپانیا هم 11 تا، تو ایران هم 11 تا، شموشک نوشن هم باید 11 تا بازی کنه. این مدلی منظورم سنت خدایی که یکسانه همینه. یعنی رفتی به دینش، رفتی به اعتقادش، رفتی به اینکه مؤمن باشه یا کافر نداره. یکی از سنت‌های خدا که در قرآن بهش اشاره شده با کد انسانه. میخوام از کد انسان یه چند تا چیز رو امشب بگم. موضوع صحبتمون چند در باب مردم شناسی است. مردم همون انسان‌ها هستن. خدا تو قرآن میگه لقد خلقنا الانسان فی کبد. ما انسان رو در سختی آفریدیم. یا سر سختی خلق کردیم. در رنج آفریدیم. وقتی اسم سختی میاد همه ارور میدن، نگفت در آسونی. بله. ما چیزی یا اندوخته‌ای از هر مدلی آسون نداریم. چرا اینو گفتم؟ شخصی محضر پیغمبر رسید، پیغمبر نکته‌ای بهش گفت، اصحاب بودن، گفت اگر کسی چیزی رو که خدا خلق نکرده طلب کنه خودش رو به زحمت انداخته و نصیبی ازش نمیبره. اصلا تعجب کردن، گفتن که خدا چه چیزی رو خلق نکرده که یعنی تو ذهنشون بود خدا که همه چی رو خلق کرده؟ با راحتی دنیا. بله. اگر دقت کنین حالی که خدا میده با سختیش با راحتی نیست. ما چیز راحت نداریم. یعنی اینکه بشینی یه چیز راحتی بیاد. بدون اون حالی نداره. حال خدا به سختیشه. چرا اینا رو گفتم؟
میخوام از این سنت خدا و سختی و انسان شما رو ببرم درگیر اون موضوعی که همه مردم و شما تو پول و نقش پول رو اصلا بگم. سنت خدا رو راجع به انسان فهمیدیم که همه چیز سخت اصلا راحتی نداریم، اما به پول ربطش چیه؟ نگاه کنید، لیس للانسان الا ما سعى. خدا یه جای دیگه باز میگه، یعنی برای انسان جز تلاش و کوشش چیزی ما نمیدیم. یعنی اگر زحمت کشید چیزی بهش میدیم. حالا سعى تو عرب، امشب اینو در آوردن و قبلا هم یه جلسه بحث شده بود روش، به خرکاری میگن. یعنی آقا داداش من، گل من، کار کردی، زحمت کشیدی، فیزیکی زحمت کشیدی، حال خدا رو داری. یعنی اگر انسانی که ما باشیم با هر عقیده، من موضوع فقهی نکردم، نگفتم بچه شیعه و بچه فلان، هر عقیده، خدایی که ما رو خلق کرد کد داد، بله، گفت با سختی به دست میاد. پس ما این کد رو فهمیدیم. آقا به پول چجوری ربطش بدیم؟ پس باید بیایم مجاری پول در آوردن انسان ها رو بررسی کنیم. موضوع صحبت من اینه، میام مجاری پول در آوردن رو میگم، خیلی واضح ما میفهمیم چی درسته چی غلطه. یه چیزی در اقتصاد جدیدن است، قبلا هم بوده، جدیدن زیاد شده، از این نشأت میگیره، شاخه‌های زیادی داره، زیرو سام گیم، بازی با جمع صفرها. حالا میگن مجموع صفر، اصطلاح ریاضیش اینه، مثبت یک منهای یک میشه صفر، بازی صفرها. یعنی این یه مثال میزنم، میخوام برم تو بحثش. از اینجای صحبتم خیلی دقت کنید، چون مجاری پول رو میخوام بگم. خوب دقت کنید، یه توپی رو در نظر بگیرید، یه توپ بازی، این وسط میذارن، 10 نفر دورش جمع میکنن، میگن هر کسی که این توپ رو گرفت برنده شد، پولو به این بدیم. سوال، چند نفر برنده میشن؟ یک نفر. چند نفر میبازن؟ یه چیزی تو اقتصاد، یه کد بسیار مهمی رو میدم. اقتصادی که با بالا اومدن تو دیگرانی زمین بخورن، اقتصاد شیطانی. مثل چی؟ قمار، بورس. آقا چجوریه؟ قمار رو در نظر بگیریم، چند نفر میان وسط پولاشون رو میذارن، یکی میبره، یقیناً اون یکی میبازه، یقینیه، پول میاره، این خوشحاله، بقیه چی؟ واضحه. بورس چه شکلیه؟ یکی میاد، یه تعداد محدودی میزنن، ما بقی چه بسا کسی که پول در آورد بالا اومد، با خون و دل خوردن خیلی از انسان‌ها بود. ما تجربه تلخی رو در سال‌های اخیر در بورس داشتیم. بله متأسفانه. صادقانه حسابشو بکن، چند صد هزار دلار مردم ضرر کردن، اما دولت سود کرد. بله. پولاشون رفت. آقا این چه پولیه؟ سوال دارم همینجا ازتون. تو قمار طرف سختی میکشه، یعنی میره یه پروژه‌ای رو فکر میکنه چجوری استراتژی بده اجرا کنه، پدرش هم در میاد، میره و اون آورده داره، نه میشینه یه شب بازی میکنه، امکان داره تو قمار 10 شب ببره، به یه شب چی بشه؟ دوره مالشو. این 10 شبی که برد این خوشحال بود، بقیه باختن دیگه، مالشونو، مالو باختن، واضح پول باختن. ولی اون چی؟ خوشحال بود. حالا اینم در میاره، میره بالا، میره بالا، به یه شب دوباره اینم نابود میشه. این قماره، این بورسه، پولهای راحت، چیزی که راحته. حالا توی خدا تو قرآنش از خمر و میسر آورده، میسر رو معنی دادن به قمار، قمار نیست، چیز راحت بهش میگن میسر.
خدا نگو قمار، هر چیز راحت، هر چیزی که راحت به دست بیا بماند. که در بورس صحبتش شد، یه چند تا موردش رو بگم. اصلا اسم ها اومده بالا و چیزی وجود نداشت و اومدن روش بازی کردن، عدد اومد پایین، یا تعداد باختن، یک تعداد محدودی بردن. انشالله که کمیته فقهی بورس راست بگه، چون گروه مخالفش میگن آقا اصلا همچین چیزی وجود نداره، همچین کارخونه اصلا نیست، اسم اومد، پول اومد، نیست، وجود نداشت. یه چیزی هم بگم تو بورس خیلی جالبه. تو بورس باید درست بخری، میگن کفو باید بخری، در بالاترین حدت بفروشی. یعنی اولین نکته بس چیه؟ خوب خریدن کف. محدودیتی هم وجود داره. خب الان من 10 نفر رو دارم مثلا میخریم، خب دیگه چیزی نمیمونه اونو بقیه بخرن، پس اونایی که خوب نخریدن هم اول ضرر کردن. این نکته اول برش کن. میرم در بالا میفروشم، با میستم در بالاترین حد، میگن اینجوری سود میکنن. خب سوال، در بالاترین حد فروختم به اونایی که فروختم چی میکنن؟ چی میشه پولشون؟ چی میشه؟ ضرر میکنن دیگه. قبول داری که پس به اونایی که فروختی بدبختشون کردی؟ بیچارهشون کردی؟ نقره داغشون کردی؟ دقیقا قمار همینه، بورس همینه. اسمام هی جا به جا میشه، هی عوض بدل میشه. الان مثلا ارزهای دیجیتال، بیت کوین اومد، انواع اقسامش اومده، کانال های مختلف، آموزش های مختلف، دوباره این همینه، همه شبیه همن، همه هم یک ساختار رو دارن. الان یکی میگه آقا طرف با کل سرمایه‌اش اومده، اینم مشکل داره. آره، چون اینا سرمایه هاشون منتالیه، بازیشون، کارشون منتالیه، ذهنیه. یعنی ذهن میگه من ذهنم رو گذاشتم، خدا برای ذهن پشمکم نمیده، هیچ ارزش نداره، هیچ ارزشی نداره. فیزیکت رفت و بازی ارزش داره. طرف پول میده، منتظره به یه شبیه چیز رو بزنه، پول میشه راحتی. ما از همون اول میدونیم این غلطه. تو با این پول چقدر بدبخت کردی، چقدر انسان ها بدبخت شدن تو بورس، چند صد هزار دلار رفت تو ارزهای دیجیتال. بیت کوین، آمریکا میگه من بیت کوین رو قبول ندارم، بده یار بده، همه بازیه. این چه شغلیه که بایدن یه جمله میگه همه میفته، این یکی اسقرقلی تو یه کشور دیگه یه چیز میگه این میره بالا، فلانی در فلانجا یه چیز میگه میاد پایین، اصلا نمیفهم میره بالا چیزی که نیست. آقا میگم مثلا اینو میشه به نشون بدی؟ نیست، وجود نداره. از چیزی که نیست داره بازی میشه. آیا شغل ایجاد شد؟ نه. بورس، شرکت بورس 100 نفر بودن، 100 نفر دیگه. بازی با اعداده، بازی با ارقامه، بازی با صفرهاست. تو این بازی ها نرید، بد میبازید. بازیه همش، بری توش. حالا یه اصطلاح تو قمار داره میگه بری دیگه بیرون نمیای. طرف مالشو میده، ناموسشو میده، بل نمی کنه. چرا؟ همش تو ذهنشه به یه شبی میزنم، به یه شبی، و به یه شبی نمیزنه، نه هیچی، نابود میشه. پس مالی که، پولی که، مسیری که اگه تو بالا اومدی یکی دیگه بدبخت شد، اون مشکل داره. این چیزی که دو جامعه الان هست، تو دنیا باب شده، ذهنیه. ما تو سنت خدا فهمیدیم خدا همینجوری پول، همینجوری حال نمیده، سخت کار کردی میده. همه اینا رو گفتم، یه آنترا کوتاه بدیم، چون میخوام اینو باز کنم و خیلی موضوع مهمه، بچه ها یکم جا به جاشن. ماشاءالله چه جمعیتی. خیلی متشکرم. از دان بیننده بفرمایید یک بخش رو به اتفاق تماشا بکنیم، هرچند کوتاه باز خواهیم گشت. بفرمایید. تصمیم گرفتی تو این مسیر باشی، اونجا فکر کردی؟
فکر تولید مهم، فکر تولید چه، چطور این کاری که استاد تالیا گفت انجام آقا میگن ما نمایندگی خارجی ارتباط میدیم چجوری انجام میدن این میرم انجام میدن، اما اونا که فکر میکنن چجوریه میدم ندم، این پول میشه، این آدم آیا پول میشه، این آدم برای من این کار میکنه. آقا وقتی اینجوری با این فکر هستی با هر ندایی میری، اینها اون ندای بده که تو ذهن ما پیش فرزه نمیچسبوندن. برای هر کاری فکر کن. عرض ادب و احترام، خیلی خوش برگشتین، خیلی متشکرم که ما رو تماشا میکنین. خیلی از عزیزان تازه به جمع ما اضافه شدن و تقریبا آره دیگه چشمه اگر بخوایم در نظر بگیریم 100 نفر در این استودیو حضور دارن و صحبت‌های گرانقدر مهندس قربانی عزیز رو شنونده هستن و از نزدیک تماشا میکنن این گفتگو رو و خیلی هم خوشحال و خرسندیم که خیلی از عزیزان از طریق پیامکی که با ما میدن 3219 در خدمتشون هستیم و پیام ها رو دریافت میکنیم و از این بابت هم خیلی متشکرم از همه عزیزان و بزرگواران که با ما تعامل میکنن و از طرف دیگه خیلی ها در همایش ها در جلساتی که حضور داره و خیلی از بزرگواران تشریف میارن و با ما همراه میشن هم ابراز خوشحالی دارن از اینکه این صحبت ها رو میشنون و در زندگیشون به کار میبرن. خیلی متشکرم. برسیم به مهندس قربانی عزیز و ادامه فرمایشاتتون. عزیز، پس ما در مرحله اول سنت خدا رو پیرامون کد انسان متوجه شدیم و داریم از این جلسه به بعد تحلیل ورودی پولهای انسان رو انجام میدیم که میخواییم بفهمیم این پول چه پولیه، چه مسیریه، اصلا میرسیم نمیرسیم. اومدم از قمار صحبت کردم، از بورس صحبت کردم و ارزهای دیجیتال، هر چیزی که راجب شبیه اینهاست و از این رسیدم که آقا ما فهمیدیم اینها چه مشکلاتی داره. حالا یه جالب بهتون بگم، خود نظریه پردازها راجب بورس، راجب قمار، راجب اینا بخونید خیلی نظرات جالبی میدن. راجب یه موضوع دیگه هم خیلی جالب نظر میدن، اون تجارت. میگه آقا پس ما چه کنیم؟ تجارت کن. تجارت تنها شغلیه که جوانمردانه است، تو به سختی توش در میاری، کسی ضرر نمیکنه. من کشاورزی هستم، محصولی دارم، محصولمو به یکی میفروشم، من سود کردم، یکی ازم خرید برد میدونبار، به یه سودی به میدونباریه اونم سود کرد. راننده‌ای که وسط بار زد سود کرد. حالا هر چقدر بار بیشتر، راننده‌های اشتغال زایی رو ببین، بار بیشتر، خریدارهای واسط بار بیشتر، میدون باره میره میدون بار، یه نفر تو میدون بار میخره اونم میدون باریه، کسی که میبره تو بقالی ها مغازه ها بخش میکنه اونم رانندهیه، شرکت واسطیه و هر کسی که این وسط سود میکنه، مغازه‌داری که میفروشه. ببین تجارته که یه چرخه میندازه، خدا با این حال میکنه، اینجاست که اون حاله رو میده، روزی رو میده، خوب میده. تجارت یک سرمایه گذاری جوان مردان است، تجارته که تو رو به بالاها میبره، تجارته که خدا از عبادت حرف زده، گفته بالاترین نوع عبادت. چرا؟ اثبات کردی تو در تجارت بیای وارد چی، پول بدی، اشتغال زایی میکنی، دو نفر میاری سر کار. قبول داری دو نفر آدم جوان بیان سر کار گناه نمیکنن؟ تو اونجا کار کنه دیگه، او سر زمینش که نمیتونه گناه کنه، که گناه تو بیکاری هاست. خب من سرمایه گذاری میکنم در بیت کوین، کاری میکنم، نشستم خونه دیگه، به قول چی که کی عدد بیای بالا، بوسه اعداد رو بزنم، تازه بازیه،
به شدت زیاد خیلی هست. خیلی از بورس نمیدونن. مثلا ضریب بتا، اونایی که میدونن میان تقویم رو میبندن، سود رو در یک بازه زمانی میگن اینجا میره بالا، خودش خماره. خیلی نمیدونم. من مشکل با اونایی که میخوام امشب اینا رو بگم، اونایی که میدونن قماره، میدونه این میاد بالا بقیه بدبخت میشن بفروشن، میدونه و این کار رو میکنه. اما در تجارت اینجوری نیست. تو میفروشی میدونی، منم سود میکنم اونم سود میکنه. تو این مالی رو میخری میفروشی میدونی داره سود میکنه، تو هم سود کردی. سود نمیکردی مردم نما کنید، از قدیم بوده، در تاریخ ما بوده، همه از تجارت گفتن. دقت کنین. اما از بورس چی گفتن؟ نظر پردازا رو ببینیم. کسایی که صاحب نظر و صاحب سبکن، بزرگهای عالم رو ببینین، تاجر بودن. کسی نگفته بیت کوین باز بودم که، بورس باز بودم. جالبه همه ثروتشون رو از تجارت به دست آوردن. خیلی هم نمیگن که زمین نخورن. اونا نمیگه ثروتت از کجا بود تو اومد این کار کردی؟ تجارته. اینا هم میدونن اینجا ما بذارم من چی میشه. بابا من الان مال داشته باشم کارخونه فلانو میزنم، 100 نفر آدمو میارم سر کار، در میارم، خدا هم به این برکت میده. یه چیز جالبی بگم، خیلی یه چند وقتی داشتیم راجع به صحبت میکردیم، گفتم که چجوریه این تاجرا عمرشون زیاده؟ چرا اینا اسرائیل انگار به اینا هی وقت اضافه میده، هی اینا رو به عقب میندازه، اینا تا لحظه های آخر، دقایق آخر همچه خوشتیب خوشگل همه هستن. چرا تاجرهای ما جوون میشن؟ الان ما تو جمع خب خیلی از بچه ها رو اینجا داریم. تاجر به راحتی نمیمیره. خدا ها دوست داریم باشه، برچی بره بمونه. چرخه ای رو داره میچرخونه، سنتی رو داره جلو میبره، داره زحمت میکشه، برای چی بره؟ چرا کنار بذاره؟ کجا بره؟ اسرائیل هم میاد به اینا یه حال اساسی میده. خیلی این نکته جالبه، بهت بررسی کنید. اونو من اینجا تو بخونده گفتم دیگه، بهت بررسی کنید. تاجرها عمرشون خیلی زیاده، برید اینو بررسی کنید. ای اونایی که حب دنیا دارید میخواید عمرتون زیاد شه، اکثر مرگ و میرهای ناگهانی به واسطه استرس هاست. مثلا میگه طرف سکته کرد، مرد. سکته کرد؟ چجوری سکته کرد؟ مثلا سکته نداریم، چی سکته کرد؟ چی شد؟ آره پولش فلان جا گذاشت. بعد چقدر مرگ ها داشتیم. دلار به یاد بیارین، قیمت دلار بالا بود، خیلی دلار میخریدن. دلار بالا بود یه مدت، اومد پایین. چی شد؟ و چند نفر مردن، این اومد سخنگوی دولت وارد شد، آه نگران نباشین ما این قیمت میخریم ازتون. چرا آه مردم دیوانه شده بودن، داشتن میمردن دیگه. در تجارت این شکلی نیست. تو مالی میخری میدونی چی میشه، میدونی الان این میاد میگیره ازت میره، این نگرفت یکی دیگه میاد. جالبه یه اتفاق خیلی قشنگی افتاد. یادتونه چند ماه پیش از ماشین صحبت کردیم؟ ماشین داشت میرفت بالا، خیلی ها به ما تیکه مینداختن. اگر یه ماشین داشتم الان بود 300 تومن، ببخشید 300 میخریدم الان هست مثلا 600 تومن. اگر یه پولی داشتم فلان الان ماشینم بود اینقدر. خب زپرت ماشینتون اومد پایین چی شد؟ همینجوری هم داره میاد پایین چی شد؟ در 10 سال اخیر بی سابقه بود. بدبختینه ماشین داشتی؟ الان هم یه ماشین داری، بازم ماشین دم نرفت بالا، اومد پایین. حالا بشین یه چایی هم بزن. اون موقع بهتون میگفتم نکنین این کارو، مگه ماشین میشه سرمایه گذاری؟ نه همش رفت بالا. و یه بار یکی اومده اونجا گردن افتاده بود، چرا شما خود رو زدین الان همه نمیدونم آدم پولدار شدن. خب چی شد؟ چی شد الان؟ چرا همه سایلنت شدین؟ چی شد؟ چرا همه تو سکوت رفتید؟ چرا ایده پردازی میکردید برای سرمایه گذاری در خودرو؟ همه قایم شدین. ماشین همجور اومد پایین که بی سابقه ترین افت قیمت ها رو داشت. تازه همجور ادامه داره، همه واردات آزاد کردن، هرکی با یک کد ملی نمیدونم ماشین NCC میتواند وارد کنه. تازه مردم هنوز باگیری نکردن، قلقگیری نکردن. مردم ایران همیشه در صحنه هستن،
هنوز وارد نشدن، اینا بورس رو بلد نبودن پول دادن، اینا نمیدونن چیه میان تو. چی شد الان؟ مالات اون چی شد؟ حالا نگه دار اونی که تو پارکینگ دو تا 206 نگه داشتی که یه روزی سود میکنه، هی میومدی میگفتی آن نگه دارا، همینجوری میاد پایین. این هر روز بدتر از دیروز. موقع بهتون میگفتم پولتون رو یه جایی بذارید که خودتون رو بسازید، مسیر برای خودتون بسازید، از مسیرتون پول در بیارید، چرا گوش ندادین؟ الان چی شد؟ الان نمیدونن چی کار کنن. حالا جالبه، نمیدونن بفروشن، نمیدونن هم نگه دارن. بدبختی رو ببین، بلا تکلیف، اصلا موندن توش، نمیدونه چی کار کنه. تجارت این شکلیه، میره بالا همه میخندن، رفت بالا، میاد پایین، دمش کم میخوام، میاد پایین دوباره میبینم. فرقی نداره برا ما، کسی که تاجر چه فرقی داره، بره بالا بیاد پایین. تو اون لحظه تو خرید و فروشش باید دقت کنه، در هر حالتی این سود میکنه، چون مسیری داره، این مسیر براش سوداوره. نکوفر داره رو کشمش کار میکنه. الان بچه ها اینو چند تا کالا بگید. نوری تو چی کار میکنی؟ کفپوش و موکت. تو چی کار میکنی؟ لباس کار. تو چی کار میکنی؟ تو الو عباس تو چی کار میکنی؟ صنایع غذایی. هر کدوم اینا محصولی دارن. آخ خود رو خریدین انداختین تو پارکینگتون. نوری تو پول داشته باشی چی کار میکنی؟ پولشو میاره، هویت پیدا میکنه. نمیگم ماشین نمیخره، برای خودش میخره. ما یه جلسه گفتیم آقا فضایی نبندی، برای خودتون بخرین، بله به بله، ماشین خوب داشته باشین، مذاکره میکنین، موبایل خوب بخرین، هیچ ایرادی هم نداره. هزار دست لباس بخرین، اصلا برای خودت هزینه کن، خرج کن. به یاد بیارون اون جلسات دیگه صحبت کردم. حالا امروز بورس و هر امری که راحت پول میاره رو اینجا یه مرور کنین، یه تحلیل کنین، اینا رو هم برای خودتون نگه دارین. یه مدت دیگه باز از این هم یک چیزی میگم، چرا امشب اینا رو باز کردم؟ چون جدیدن داره زیاد میشه و هر سری یه چیز جدیدی ایجاد میشه و انسان‌ها یا آدم‌هایی پیدا میشن خودشون رو فرهیخته جا میزنن، خودشون رو عالم فرض جا میزنن، خودشون رو در درآمدهای بالا قشنگ بین همه جا میزنن. فلانی در آورد، میاره اینو بالا، نمیگه این یک میلیارد پولی که امروز بهش گفتی در آورد 150 نفر رو تو بیچاره کردید در 2 دقیقه. تو 2 دقیقه تو ارز دیجیتال ها رو جابجا کردی، تو 2 دقیقه بدبخت کردی همه رو، رفتی یکی سود کرد، بدبخت شدن همه. قبل ترها چی بود؟ هرمی ها. بله. قبل ترها هرمی ساختارش همین شکلی بود، هرمی همینجوری میومدی، مدل ریاضیش خیلی تابلو بود. قطعا اون آخری ها همیشه ضرر میکرد، اصلا واضحه. اون پایینی همیشه ضرر، اون سرها سود مطلق، سود مال تک سرها بود. پایین یقینا سر، یعنی 4 نفر سود میکنن 1000 نفر بدبخت میشن. جالبه چی گرفتی؟ هیچ. مسیری برای خود ساختی؟ نه. به یک امید ذهنی بشین پول در میاری. آقا فیزیکت واضح تر از این نمیتونم امشب بیان کنم. فیزیکت اگر درگیر شد بردی. یه چیزی میگم بهتون، از مدیر، مدیر داریم استراتژی میده، مدیر داریم استراتژیاشو میاد پدرش در میاد اجرا میکنه. ما تو کشور پر به اسم مدیر داریم فقط حرف میزنن استراتژی. من کارم اینه هی حرف بزنم، یه چیزی میده میگم خب برای اجراش چیکار کنم؟ مدیر میخواید بشی، تاجر خوبی میخواید بشی، حرفی که میزنی، یک ایده فکری میدی، باید بری پدر در بیاد تا اجرا کنی. اگر اجرا نکنی امیدت چیه؟ بشین تا پولش بیاد. خدا چیزی برای شما قرار و ان مع العسر یسرا، بعد هر سختی آسونیه. یه چیزی میخوام بهتون بگم، اینا دلیه، چون امشب از سنت صحبت شد و اینا باد و باد دیگه. خدا به مؤمن VIPش، مؤمن VIP معمولی، مردان بزرگ خدا،
در قرآن به یک چیزی اشاره میکنه، رجال لا تلهیهم تجارته ولا بیو هم ذکر الله، تجارت مردانی که داد و ستد، خرید و فروش، اینا رو از یاد خدا باز، که اشاره اینجا شده خیلی از مفسران راجبش حرف زدن، مردان بزرگ خدا. حالا در سوره جمعه هم هست، اینو میترسم دیگه بگم، حال کنین که اینا میگن آقا اون موقع پس مردان بزرگ خدا چی بودن؟ تاجر بودن، تو بورس نبودن. اون موقع هم حالا بورس هم نزول و آروم موقع هم بود دیگه، خیلی پولای راحت میسر اوورده خدا دیگه، دیگه اشاره نمیشه ریز کرد دیگه، نمیتونی بریم ارز دیجیتال که پول راحت دیگه، واضحه روش دیگه، نشستی یعنی هیچ کاری نمیکنی پول میاد، خیلی واضحه دیگه، با هم بازی نکنیم، خدا ما رحم کنه. حال نمیکنین مسیر شغلی چیزی باشه که مرد وی آی پی بشی، اونم بر نزد خدا. حالا جالب، نزد خدا میگه من بخواه نزد خدا عزیز باشم، بابا تو نزد خدا عزیز باشی، نزد خلق خدا که خیلی عزیز میشی که بابا من رنگ از اهل بیت میگیریم، میگن چقدر خوب صحبت میکنه، چقدر قشنگ حرف میزنه، خواهش میکنم یه رنگی، یه چه خوب باز میکنه حرفا رو، و همه خدا گفته اهل بیت ما اومدن اینا رو دونه دونه باز کردن، شکافتن برا ما، قدم به قدم رو برا ما چیدن. چقدر ما زیبا میشیم؟ حال نمیکنید جزء وی آی پی های خدا باشید. حالا مراد از مرد جنسیت نیست، باز بگن خانم ها چیه؟ خدا الان یه موضوعی داریم، اون جلسه هم یکی گفت آقا نمیدونم خدا زنها رو بس دوست داره، نفداچم، خیلی واضحه خدا زنها رو بیشتر از مردها دوست داره، مثلا محل صحبت نداره، 14 معصومیم، 13 تاش مردن یک زنه. خوب اینو دقت کنین، تجارت به زنش معروف شد، اول خدیجه سلام الله، پیغمبرامون همه تاجر بودن، اما معروفیت رو ببینین، میگن اسلام به دینه، اسلام به دست ثروت خدیجه استاد. خب خدیجه شغلش چی بود؟ بزرگ بانوی ما شغلش چی بود؟ تجارت. حال کنین، خب ببخشید این در نزد ببخشید این بچه های جای خالی ما اینجا هم اینا رو دقت، باز کچ فهمی نداشته باشین چرا به ما نگفتن، نه رقای محمدی هم شاملشه، این هم داره پا به پای مرتب بیشتر داره زحمت میکشه، هوشمندانه تره، دغدغه‌هاش زیاده، کارآفرینیش بیشتر بوده، نیروهای زیادتری آورده جذب کرده، چقدر نیروها رو این درگیر کرده، هر پولی هم به دست میاره دور دور برام اونجا خرج میکنه، زندگیش شده همین، چرا خدا اینو دوست نداشته باشه؟ چی مونده دیگه مگه؟ حال خدا اصلا برای این گروهه، مسیر خیلی واضحه، خیلی واضح تر از این دیگه نمیتونم صحبت کنم. پس امشب زود اومدم چه وقتی اضافه آوردم، امشب صحبت اون بچه سر چی بود؟ سنت خدا، کد انسان بشینه تو ذهنتون. هفته بعد یه چیز میگم همه ارور میدین، سعی میکنم بازم بشکافم. کد انسان، انسان رو براتون مثال زدم، منظور از انسان چیه، آیه‌هاش هم بهتون گفتم، چند تا استدلال آوردم، بعد اومدم تو جامعه ما، ما بعد مسیرهای دریافت پول که مردم توش هستن رو بررسی کنیم. امشب چند تاشو بررسی کردیم، بورس و ارزهای دیجیتال و همه هم شبیه همه، آقا بورس و قمار و اینا همه، من کاری به موضوعات فقهیش ندارم که چیا گفتن چیا نگفتن، ولی تا جایی میدونم زدن، حالا کاری ندارم. بله اینا همش چیه؟ میسرم گفتم پول راحت، واضح‌تر دیگه نمیشه بیان کرد، خیلی واضح بیان کردم و رسیدیم به چی؟ تجارت. حال کنین تاجرین، توی این مسیر محکم باشین، نشه با هر بادی بریم، یه شبهه تو دلتون میندازن
یه حرفی میزنه، هل میکنه. جالبه اینم بگم، یک کم وقت دارم یه چیز جالبی بگم. یه سری کلیپ های تو اینستاگرام اومده و من خودم یک حالا با شوخی چند تا حرکت زدم که آقا این بازاریا این ساخته شده، بازاریا همه مینالن و میگن آقا درآمد چجوری، همش مینن خوب نیست، بازار خوب نیست، بازار خوب نیست، باز همش بازار خوب نیست، با همیشه هم اینا تو بازارن، همش بازار بده و اینا همش هم توی این فرهنگ باید عوض کنیم. بابا چرا اینقدر میگی؟ این کلیپاش چند تاش باف شده و ما هم یک نفوذی داشتیم، گفتم حالشو ببینید، یک کلیپای جدیدی هم هست ان شاءالله دعا کنید. به ما گفتن که یک فیلمی راجع به تاجرهام بسازیم، یعنی سریالی هست راجع به تجارت برای اولین بار در ایران و فکر کنم در دنیا من ندارم. داری؟ من ندیدم. که واقعا یک کسی که مدیر عامل مدیر کارخونه است، واقعا این شرافتمندانه داره کار میکنه و واقعا هم کسی که تاجره داره شرافتمندانه کار میکنه. اصلا برکت مال اینه، روزی مال اینه. یه چیزی از برکت میگم و صحبتمو تموم میکنم. خوب دقت کنید، تجارت پولش برکت داره. برکت یه مثال بزنم، خیلی جالبه این مثالم. سگ سالی 8 تا 10 تا میگن بچه میذاره، 8 تا میگن حداقلیشه، خوب میذاره. گوسفند بهتر کنه 2 تا. بله. اونایی که کسی از اینجا بلد باشه اینا رو، درست گفتم آج آقا؟ گوسفند دیگه خیلی گوسفند اوکی عالیه. شما گوسفندامو یه دونه میذارن. من فکر کنم برای معراج و بچهای ما چند تا دارم. ما فکر کنم بز 3 تا بز گرفتیم برای با 6 7 سال شد اینا شدن فکر کنم 5 تا. گفتم اینا خوب میخورن، چرا طراحی چه 4 تا بیشتر دارن، چه این چه مزشه. یه چیز جالب اینا دارن، اینو خوب دقت کنی. ما گله گوسفند خیلی میبینیم، بله، چرا گله سگ نمیبینیم؟ 5 برابر اون تولیدی داره. تازه سگ هم کشت و کشتار نمیشه، گوسفند و قصاب میزنه، عروسی میشه میزنه، حد میشه هم چپ و راست همه میزنن، همه دنبال گوسفندن، بیچاره گوسفنده فقط فرار میکنه، همه دارن گوسفند میکشن، ولی برکت داره. چرا اینقدر زیاده؟ 1/5 دیگه. چرا اینقدر زیادن؟ چرا سگی که هیچکی باش کار نداره اینقدر کمه؟ موشی که با سگا من کار دارم من میکشن. تازه چی سگا رو ول کردن که تو بیابون اینا پرن، چرا نمیبینیم؟ این اون برکت است. حالا سگ اینجوری، سگ نگهبان و سگ چه خوبه، برکت یعنی گوسفند رو میکشن سرش بچه چی میشه؟ کله باچه کلبچ، خوشمزه است دیگه، دعوای روش تعصبی. گوشتشو که دیگه رحم نمی کنن، این که جز لذایص عالمه. پوستش چقدر کاربرد داره. سگ چیه؟ تو سگ بیابونی رو میگیرن میکشن کاری میکنن؟ اصلا سگ بیابونی میگیری میگیری تو خونه نگهبانش کنی؟ همه میزنن هر چیز، هر کی یه سگ دید سریع سنگ اینو. غیر اینه برکت، یعنی برکت رو اینجوری باید برای خودتون تصویر سازی کنید، ذهنتون اومد اینجوری درست کنید. تجارت اینه، حال کنید که در تجارت هستید. انشالله که تونسته باشم امشب شروع یک جنگی رو در کشور راه بندازم. خدا به من رحم کنه. همیشه آن تایم باید بیاد آدم. نو اومدم آدم. نظرم باید من زودتر از خیلی از بچه ها اومدم، سودم تمام کردم الحمدلله رب العالمین. موضوع دارم، نمیخوام وارد موضوع بعدیشم، اگه نکته چیزی هست. زندوش خیلی لذت بردیم و چه فتح بابی بود واقعا. آره، لذت بخش و از هفته های آینده جذابترم. آره کلیپام به شدت دیگه شروعه دیگه، وایرالی. آره وایرال نمیشه. به افتخار مهندس بابا. خب
خیلی متشکرم از همه عزیزان که در استودیوی ما حضور پیدا کردن و خیلی متشکرم از شما. شبتون بخیر. خدا نگهدار.